روزهای آخر تابستان و آخرین سال از دهه 50 که آرام صدای پای پاییز می آمد و برگ ریزان شروع می شد. وقتی که هواپیمای دشمن در پهنه آسمان تهران رودگاه مهرآباد آژیر قرمز و بمب و انفجار تولد واژگانی تازه چون جنگ و شهید و جانباز و اسیر و خط مقدم دفاعی مردان از خاک و آب و خیس شدی؟ نه بیا یکم این خودتو خوش کن. چرا مراقب نیستی؟ دستکشاتونو چرا نبردین آخه؟ فراموش کردم. بده دستتو ببینم. برو به کارت برس. حتما رضاست، ولش کن. حالا بهش زنگ میزنم. به کارت برس، من خودم خوش میکنم. برو. من برمیگردم. چطوری؟ خوبی؟ چیزی شده؟ بد نیستم، خدا رو شکر. یکم نگران بودم، بابا اومده بود، بعد دیگه بارون میومد، به خاطر همین. الان چطور؟ بهترم؟ آره نه، الان خوبه. تو خوبی؟ کار خوبیش میره؟ چه خبر؟ روازم جنگ وسایل قباسی رو عمل کردی؟ آره خدا رو شکر، یه نامه صدا و سیما زدیم جور شد. میگم بابا با حرف زدی، راضیش کردی؟ نه هنوز، فرصتش پیش نیومده. چرا؟ سخت رضایت میده بیاد جلو دوربین دیگه. ولی من مطمئنم تو راضیش میکنی. یه سید و یه دونه دخترش دیگه. بله، چرا خود رسمی بهش نمیگی؟ داماده یه دختره خوب دیگه. زحمت چه خودت بکش دیگه. من حضور بابا تو برنامه افتتاحیه خیلی حساب باز کردم. استارت کنم که میدونی چقدر مهمه. یه کار کن قبل 11 اینجا باشه دیگه. باش. کاری نداری. آن راستی اومدت کار کردی؟ باش قربانت خدا باز. آقا عالی
عبد این درسته. اینو برای چی اینجا میذاری؟ خودتون آقا. آقا رضا چطوره؟ این خواهد چه اینکه به هم بیخته نه مرتب میشه عینک هم میاد. آقا اینو جاشو عوض کن. آره آره بازه اینجا بسه من یک اکسام نگیرم. بابا اینم چایی تازه دن خیز که نشدی؟ نه اصلا دست درد نکنه خانم. نیشه جان رضا بود داره یه برنامه میسازه راجع به خاطرات کسایی که تو جنگ بودن. خیر انشالله. حالش چطوره؟ خوبه خدا رو شکر. منم قراره تو این کار کمکش کنم. اسمش هست 40 درجه غربی. 40 درجه غربی. آفرین آفرین. حتما تو برنامه‌تون کلی بیسیمچی و تیربارچی و خونسا کننده مین آر پی جی زن و تکتیر انداز داریم ها؟ بله البته یه فرمانده گردان قواسه جذاب و خوش صحبت و پر انرژی هم داریم. با این تعریف ها که کردی من دیگه مطمئنم که منظورت من نیستم. خدا را شکر. شرمنده. دقیقا منظورم خود شما. آخه کی بهتر از شما با این همه خاطره و تجربه واسه گفتم؟ نمیدونم ببخشید بابا ولی با سکوت امثال شما خیلی ها نمیدونن این شهر شهر قباسای دریا دله. اصلا نمیدونم بهترین قباسای جنگ مال این شهر بودن. هنوزم هستن کسایی که خیلی بیشتر و بهتر از من میدونن. هرچند خوبا همه رفتن و حالا دیگه بین ما نیستن. خب شما که هستین شما که میتونین حرف دل همه هم را از ما دوستاتون که نیستن رو بزنین. من نمیدونم بابا برنامه زنده فردا ساعت 11 شما رو آنتن. چی شد بابا؟ چی شد؟ نیازه نیست. ببین اونو ولش کن خوبه. سر اون بده پایین بده پایین بده پایین یکم. بیا 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 بیا. بیا خوبه خوبه ولش کن. نایتی اون قمقمه پشت روه. فانوس فانوس. آقا ببخشید. چی شد بس نیومدن؟ دیر شده ها. هنوز وقت داریم. 3-4 دقیقه وقت داریم. 3-4 دقیقه که نه دقیقاً 3 دقیقه و 47 ثانیه. عینک یه کاریش میکنیم شما نگران نباش. آخه نمیشه که تو این 3 دقیقه و 20 خورده ثانیه ما چیکار کنیم؟ باید یه کاری انجام بدیم یا نه؟ آقا برای من انقدر ثانیه شماری نکن. مغز من راه نرو. اجازه بده من فکر کنم ببینم باید چیکار بکنم. خب بالاخره باید بیان یا نه؟ یه میکروفون یه چیزی بشینن اینا. حضرت آقای حضرتی، میهمان ما شرایط ویژه داره. جانباز شیمیایی جنگه. متوجهی؟ مدیر موفق کارخونه فلان و ورزشکار نمام بهمان و نمام هنرمند گرمای بیسار نیست خورمونه دارن. این آدم اوکه خونه میاد بیرون با 1000 تا مسئله کوچیک بزرگ در ارتباطه. شاید نتونه خودش برسونه به برنامه ما. ای بابا شما بجی که رو مغز من راه بدی آیه یس بخونی کار خودت انجام بده. پس الان اون چیه اونجا؟ اون الان چیه اونجا؟ باش آقا باش باش تو اینجا چکا میکنی فا؟ آقا من دارم اکسسوار رو چک میکنم. آقا خوبه بچه وقت نداریم هم بیرون بودین صحنه رو خالی کنید. آقا من عذرخواهی میکنم ببخشید من قصد و منظوری ندارم. اما خب بالاخره باید چیکار کنیم؟ بله من متوجهم. دست شما درد نکنه من خودم یه کاریش میکنم. شما بفهمید به کارتون برسید. بیجور اون ماسک ساری بود. نمیدونم چرا گوشی جواب نمیده. حتما اتفاقی براش افتاده. طبق برنامه میگیریم. چی رو میگیریم؟ ما که مهمونمون نیومده هنوز. من با کی حرف بزنم؟ سوالا رو کی بپرسم؟ بچه لطفا هم آماده خانم فاطمی بعد از مقدمه در مورد میهمان برنامه و مشکلات که براش به وجود اومده صحبت میکنه. شما پلی بک رو طبق برنامه میرید. موبایل زنگ میخوره؟ ببخشید آقا. هم آماده؟ پادش ما بدون استرس با آرامش. همه آماده لطفا بعد از 10 ثانیه میایم تو. بعد از آخرین پیام بازرگانی خانم فاطمه شما آماده این؟ بله با کدوم دوربین شما میکنیم؟ دوربین شماره 1 آماده باشه. 4
سه دو یک آنتن. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام به همه شما مخاطبان خوب برنامه 40 درجه غربی. امروز همزمان با شروع هفته دفاع مقدس برنامه رو شروع میکنیم که مهمانش، در واقع میزبانش، از بهترین های روزگار جنگ بودن. مردان مردی که جلوی ظلم و زیاده خواهی سینه سپر کردن تا از شرف و دین و ناموسشون دفاع کنن. بوی وصل یار میآید. مهمان امروز ما سید رسول فاطمی از فرماندهان خطشکن قواس دوران جنگه. کسی که حالا با گذشت زمان درسته که موی سپید کرده، ولی هنوز قلبش به عشق آب میزنه، چشم که روی هم میذاره تمام رویاهاش زنده شدن خاطره های تک تک روزهای سخت، ولی با شکوه و با غرور 8 سال دفاع از کیان و وطن و ناموسه. روزهایی که این استان در گردان خدشکنان قباسش 52 نفر از بهترین جوانان گلهای باغ بهش رو تبدیل کرد. فرزندان و شوهران و برادران و پدرانمون به دیدار حق شتافتند و به شهر رسیدند. سید رسول فاطمی امروز به خاطر مشکلات جهان از همون روزها با نفسی که به سختی در میاد و با یادگاری های فراوانی که هنوز از بمب‌های شیمیایی در بدن داره نتونست به برنامه 40 درجه غربی بیاد و خودخواسته سکوت کرد تا ثابت کنه سکوت سرشار از نگفته هاست. آقا سید، غزلخانه باش، تلفن کارتون دارم. الان برم. چرام بابا؟ بابا دست درد نکنه. اینجوریه دیگه. چی؟ به خاطر اینکه نیومدم تلویزیون؟ یکیش هم همین. آره اصلا همش همین. گفتم برنامه ساعت 11 شما باید رو آنتن باشین. هم واسه این بدبخت که اسمن دامادتونه، هم واسه من که رسما دخترتونم به لحاظ کاری مهمه. الو. الو. بابا چی شدی؟ بابا حالم خوب، من بعدم به زنگ میزنم. آقای فاطمه خوبه شما؟ یه آقا بخوره. خوبم، به کارم برس. من به کارم برس. چرا اینقدر ساکتی؟ چی بگم؟ هرچی که تو فکرته. بعضی فکرها هستش که نمیشه به زبون آوردش. از اینکه امروز بابا نیومد برنامه بدون مهمون رفت رو آنتن ناراحتی؟ نه اصلا. پس چی؟ ببین اصلا موضوع بابات نیست، مسئله خود پیچیده تر و کلی تره. چطور؟ ببین ما که سن و سال اونقدر نداده که اون موقع جنگ از نزدیک لمس کنیم. حتی خیلی از آدم ها اون روزا هم یادمون نیست. خب هیچی، واسه آدم مثل من که از بیرون اومدم و دارم برای تلویزیون برنامه میسازم که اصل و اصولش جنگ و آدم هاشن، خب چند تا سوال پیش میاد دیگه. مثلا چی؟ مثلا که ساکت موندن و حرف نزدن کسی مثل بابات با چه منطق و اصولی بتونه درست میشه؟ ببین اینا آدم های واقعی هن با حرفای واقعی. یکی مثل بابای من که هنوز عاشق آب و قواسیه، ولی به خاطر جنگ و شیمیه شدن تو جبهه و زخمایی که از جنگ باقی مونده حتی نتونه دوش ساده بگیره. خودت میتونی، بابای من نمیتونه حموم کنه. تماس یه قطره از آب رو پوستش یعنی تاول و حساسیت و فاجعه. خاطر همین ببین، اولین شرط رسیدن به نتیجه توی بحث آزاد اینه که نسبت به اصل موضوع اونقدر تعصب نداشته باشیم که نقد و چهار تا دونه سوال راجبش عصبانی میکنه دختر خوب. در ضمن بنده به عنوان تهیه کننده و کارگردان و جناب عالی به عنوان مجری برنامه باید برای جذب مخاطب
دنبال ساخت برنامه غیر کلیشه‌ای باشیم. سب کنم بیام. نمیخواد بیای. شما بشینه که گفتی بنویس کتاب کنی توشه ها. سلام قدر خانم. سلام آقای احسان، خوبی؟ بابام کجاست؟ باباتون خبری ندارم ازش. من الان باش تلفنی حرف زدم، اینجا بود. یه ذره داشت سرفه میکرد، حالش خوب نبود، اما داشت با شما صحبت میکرد. محمد آقا بردش بیمارستان دور میدون. بیمارستان؟ کدوم بیمارستان؟ یه بیمارستانی همین دو هشت دور نشده، فقط یه مقدار سرفه میکرد. محمد آقا گفت برو بیمارستان همیشه. همینجا؟ دور می. غزل خانم. غزل خانم. کورین. غزل خانم. رضا قشنگ کن بریم. شده بردن بیمارستان. سلام بابا. سلام دخترم. نه قربونت برم. خوبی؟ خوبم. نگران نباش. تو خوبی؟ خوبیم. رضا هم اومده پایینه، نذاشتن بیاد بالا. چی شد یه دفعه؟ هیچی. تو پرورش ماهی بودیم، همینطور سرفه پشت سرفه، یه دفعه این جناب سینم تیر کشید. شکرشان های سبقم رو باید به خود و دکتر نشون بده. اومدم خودم به دکتر نشون دادم، اینم نتیجهش بفرقم. اب نداره، خوب کرد حاجی. شما از شرایطتون معمولی نیست، خودتونم میدونی. من نمیدونم چرا پشت گوش میندازید. حالا الانم خوب استراحت کنین. حرف زدم با دکتر، گفت فردا مرخص میشی. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. به خدا دارم شور زده اینقدر. نفهمید چیکار داره؟ نه آقا نمیدونم. البته ما یه بار باشون صحبت کردیم، هم دفعه اول، اما دیگه پیگیری نکردم. شماره شو بگی. اسمش چی بود؟ اسمش منصوری ملکی. زود باشی. فکر کنم منصور ملکی. آره منصور ملکی. سلام آقای ملکی. ملکوتی هستم، منصور ملکوتی. من معذرت میخوام جانم، در خدمتتونم. راستش دیروز اتفاقی برنامه‌تون رو دیدم، حرفای اون خانم رو شنیدم، باورم نشد. گفتم یا قمر بنی هاشم، چی میگه این؟ داره از عمو رسول میگه، حالش بد شده نتونسته بیاد برنامه. زنگ زدم تا بالاخره تونستم با یکی از همکاراتون حرف بزنم. آها متوجه شدم، شما یکی از آشنای آقا سیدین که برنامه رو دیدین و نگران حال ایشون شدین. حالا میخوام بدونی که تو چه وضعیتی هستن، درسته؟ آشنا که حقیقتش سید خیلی به گردن ما حق داره، یه جورای زندگی ما مدیونشون. تو روزای آخر جنگ میخوام سید رو ببینم از نزدیک. بله خواهش میکنم. بنده کمترین داماد آقا سید هستم، رضا رنجبران. بله دخترشون تو برنامه بودن، بنده همسرشونم، مجری برنامه خانم فاطمی. ماشاءالله دخترشه، چه بهتر. شما که فامیل و نزدیک سیدم هستی. بله خواهش میکنم. فقط شما اجازه بفرمایید که تو این چند روزه که ایشالا از بیمارستان مرخص شدن، من باشون صحبت میکنم و با شما هماهنگی میکنم. ببین میخوام هر چی زودتر ببینمش و باش حرف بزنم. گفتم که سید یه حقی به گردن ما داره که نمیتونم پشت تلفن برات بگم، به وقتش میگم. فقط همینو بگم که همه زندگیمو مدیون سید رسولم. اگه دیدیش از طرف ما پیشونیشو ببوس و بگو منصور ملکوتی منتظره برسه خدمتت فرمانده. چشم حتما. فقط منو بیخبر نزن. عوامل باشه. قربانم. قربان شما، خدا نگهدار. آقا ببخشید ولی تقصیر ما نبود. باجون چند بار بگم عوض تو جمع کن عزیز من، یه اسم یادت نمیمونه؟ خواهد دقیقا یاد داشت کن، نه کف دستت.
یه بار دیگه سوتی بدی واقعا دست ناراحت میشم. ببخشید آقا. چشم. آقا یه چیزی فکر کن، از این ماجرا چه مستندی میشه ساخت؟ از کدوم ماجرا؟ همین ماجرای آقا ملکی دیگه. فاد منصور ملکوتی. حالا ملکوتی منظورتو نمیفهمم. ببین فکر کن دوتا آدم، یکیشون رزمنده است یکیشون فرمانده. فرمانده رزمنده رو گم میکنه، رزمنده فرمانده رو، رزمنده 30 سال دنبال فرمانده میگرده اما پیداش نمیکنه، تا اینکه یه روز رزمنده فرمانده رو توی برنامه تلویزیونی پیدا میکنه، میره دنبالش رو پیداش میکنه، میبینه فرمانده مریضه، فرمانده تو بیمارستانه. با این بعد ما میبینیم که فرمانده زندگیش چجوری شده، چجوری عوض شده، چجوری زندگی میکنه، و همینطور میبینیم رزمنده چجوری زندگی میکنه، چجوری عوض شده. فرض کن لحظه برخورد رزمنده و فرمانده بعد 30 سال. آفرین باریکلا، میدونستم از خودت کسی میشی. آفرین. البته من تو گفتم الان خودم این موضوع فکر کرده بودم. چه فیلمی بشه، مخاطب پسند، غیر کلیشه‌ای، عالیه. آفرین. خیلی ممنون. بفرمایید. چی شد وسط این همه کار گرفتاری یهو گفتی بریم بیرون؟ کار گرفتاری که همیشه هست. گفتم از اونم که محرمیت خونیم و عقد کردیم خیلی فرصت نشد با هم تنها باشیم. آره خب گرفتار بودیم دیگه، ولی دست درد نکنه. دوخی می‌خوری؟ آره آره. میدونی واقعیتش اینه که این مشغولیت کاری هم باید داشتم. دیدی گفتم به خدا این روز برام روشن بود که یه کار یه چیزی هست. باشه بگو نداره. میدونی واقعیتش اینه که یه سوژه خوب برای فیلم مستند به ذهنم رسید. چقدر خوب، عالیه. تو هم که اصلا تخصصت مستندسازیه، پس مطلع چی؟ وقتی یه مشکل کوچیک دارم. میدونی یه قسمتی از فیلم، البته بخش عمده از فیلم و آدم اصلیش بابات. بابام؟ رضا بابای من حاضر نشد نیم ساعت بیاد تو برنامه‌مون، اونم با این وضعیت و شرایطش. من موندم اینا چی چوری به فکر تو میرسه؟ به ذهن فهد رسید، یعنی چیز به فکر خودم رسید. یهو اتفاق افتاد. چه اتفاقی؟ درست بگو ببینم چی شده. ببین منصور ملکوتی یکی از همرزمای بابات بوده تو منطقه. اینا همدیگه رو گم میکنن، هیچ خبری از همدیگه نداشتن. یه روز اتفاقی تلویزیون نگاه میکنه، اون قسمتی که شما داشتی در مورد گردان قباسی زنجان مشکلی که برای مهمان برنامه وجود اومده رو میگفتی میبینه. آها. زنگ میزنه تلویزیون، بچه‌ها موبایل منو بهش نمیدن. زنگ میزنه دفتر، من باهاش صحبت کردم. فقط اینو بدون گفتش که تلفنی من نمیتونم همین شو بگم، ولی کل زندگیشو مدیون آسد رسول. نه بابا. آره. چه چاله، ولی چه سوژه مستند خوبی. آفرین. موافقی؟ آره راست میگی تو. فقط بابامو چیکار کنم؟ اصلا بعد به دکتر مرزبان میگفتم 3-4 روز تو بیمارستان نگهتون داره تو، من قدر خونه رو بده. باشه باشه، ولی الان خونه نره. کجا به سلامتی؟ یه چند روزی بود میخواستم یه سری به مادرت بزنم اما نمیشد. حقیقتش دلم بد جوری هواشو کرده. بابا ماسک. دست دارم. الان بهترین موقع برای مطرح کردن ماجرای ملکی یا ملکوتی. حالا بابا الان چه وقتشه؟ بذار ذره حالش بهتر شه، حالا بعدا این کارش میکنه. ببین موضوع مهمو باید یه راست بری سر اصل مطلب. چرا اصلا خودت نمیگی؟ ببین اینجا پیش مادرت اگه موافقم نباشی مطمئن باش به تو نه نمیگه، به من اعتماد کن. میگی
هنوزم رفتن مادرتو باور ندارم. میفهمم. بابا یه چیزی هست میخوام بهتون بگم، فقط قبلش قول بهم بدین. جانم بابا. ببخشید سید، شما ببخشید، گفتن که اول پیشونتون رو ببوسم بعد بگم. شما آقای ملکوتی میشناسید؟ منصور ملکوتی. منصور ملکوتی یکی از بچه‌هایی بوده که تو گردان غواصیتون زنجانی نبوده. منصور ملکوتی از اون بچه های باجوروزه بود. طفلک هنوز وارد گردان نشده بود، درگیری عملیات شد. بیشتر دوره دیده آقای آروم بود، عملیات کمچه قفاسی فرمی مهندسی. خیلی وقت ندیدمش. گفت کل زندگیشو مدیون شماست. لطف داره، اگر نفسی هم بالا میاد و پایین میره تقدیر خدای بزرگه. بابا این دوست قدیمیتون انقدر اصرار کرد که رضا ایده ساخت یک فیلم مستند به ذهنش رسید. چیزی که شما نمیخواین دست از سر ما برداری نه؟ البته بگم موضوع فیلم ما خیلی متفاوته. اصلا شاید یه جوری پخشم نشه ها. بله. بعد اصلا ما موضوعی به خلوت شما دوستتون هم نمیشیم. یه جوری حرکت میکنیم که شما اصلا دوربین ما رو احساس نکنید. بابا خدا همه جوری ما با شما کنار میایم. تو ارواح خاک ماما نه نگو دیگه. من بهتون قول میدم که اصلا نذاریم شما خسته شید. چه رفتی نذاریم من خسته شم؟ بهت نشون میدم، بیا اینجا ببینم. دست رو بذاریم رو. الان معلوم میشه چند مرد حلاجی. من پاش بیفته ستومه ستو رو حریف کنم. بیا. خدمتون ارز کنم من موچم ضعیف ها. کل فامیله اون میدونم. آها نه آقا. آقا موچتون شکونی من سه دو یکم نگفت. جرناسم. ماشاءالله. بله. سلام آقای ملکوتی.
رجمن هستم. ای خسرو خوبان، نظری سوی گدا کن، رحم به من خسته دل بی سر پا کن. کجای آمو خبری از این نیست؟ الهی شد، حالا آقا سهل بهتر، حالا نشونه مجموعیتی شمیهشون هم کمتر شد. خب خدا را شکر، خدایا شکرت. خب بگو ببینم برای ما چی کار کردی؟ ایشالا بزنی حالشون بهتر بشه. ببین ما دیگه طاقت دوری سید رو ندارم. چشم، ایشالا توی فرصتی مناسب. حتما، باشه باشه، قربانه، خداحافظ. خوبی آقا؟ روبرایی؟ هیچ وقت تو این چند سال به این خوبی نبودم سهراب. آقا امروز اصلا اینجا نیستی ها؟ میخوای تعطیلش کنم امروز؟ به بچه بگم برم. نه ببرشون یه نیم ساعت سالون وزنه. چشما بچه ها، همه سالون وزنه. بجام، مستند بسازی بیچی دست ما نیست تا بجون. آقا بریم دیگه، بریم. میبینه آقای فاطمی آج، آقا شما میبینه اصلا آب بخواهیم به نسبت دو سه روز پیش هم نگاه بکنیم خیلی وضعش خراب شده. ما باید ایجی موتوری برای تصفیه خونی به استخ بذاریم. اگر بخوام استخ دیگه بریم برداریم بیاریم که خب از او استخ همون لعیم از این استخ خوبشه. ببینم کی بناس بیام برای بازدی. من همه که توی هفته قرار بیام ببینم، همه که آب ببرن تست بکنه، هم دوباره ضد عفونیش بکنه. سید میخوای چند تا ماهی بگیره یه نگاه بهش بندازیم؟ آره چرا نه، زحمت میکشی چند تا از این ماهی ها بگیری. ببین آقای فاطمه جان، اینا هم الان انداز بخوای حساب کنی خوب انداز شون، اما لازم بخوام حساب کن انگل و ویروس یه چیزا حساب کنی و ازشون خوبه. حال صدای تلیشون هم آقا
حسنه عزیزم، شما با این حساسیت دستت چرا دست میزنی به اینا؟ مگه میخوای ما رو بیشریک کنی؟ خواهش میکنم یه خود رعایت بیشتر کن. چش بیا دستت هم با این تمیز. بابا نیست، حتما دوباره رفته سخت پایینی. نه ولی کاش بهش میگفتیم داریم بیه. ببین قافلگیری بهتره، تو کار بهتر جواب بده، جذب مخاطب. به من اتماع کن. آقا حالتی که برمش این چیه؟ پاشف به صدا رو زد. خب نمیشه اینو نبندی؟ نه دیگه، ما صدا تو هم میخوایم. ببین آقا رضا جانم، ما نمیدونم داری چی کار میکنی، داستان این فیلم برداری چیه. نه با چیزی مشکل دارم و نه مخالفم. میخواستی برام توضیح بدی، گفتم لازم نیست. ولی تو رو جان مادره، ما بعد مدت ها سید رسول رو پیدا کردم، دل تو دلم نیست واسه دیدنش. تو رو خدا دست و بال ما با این چیزا نبند، بذار راحت باشم. چشم، پاشفا از همه مسئول بگیر. پاشفا بگیرم؟ آره بگیر. من نمیدونم بابوم چقدر میشه صدا رو پوشش داد که. اشکال نداره، درست باشه، اما مسئول اذیت نکن. حل هوای ما رو داشته باشی. خدا بیامرزه پدرتو. تو کجا؟ اینجا کجا؟ اصلا باورم نمیشه، مثل خواب میمونه برا. بیا بریم برام تعریف کن. بیا باورت نمیشه، نمیتونم بگم چقدر دلم هواته کرده بود وقتی اسم تو تلویزیون شنیدم. آتیش به جونم افتاد، به خودم گفتم منصور دیگه وقتشه تموم کنی این بیغیرتی و بدشانسی رو. مرد مومن، همه میدونستم من زنجانیم، کل تیم قوازا به جز تو همه زنجانی بود. مگه یادت نیست سید؟ ما تازه اومده بودم. یادت نیست بچه ها مسخره هم میکردن، همش ترکی حرف میزدن، میگفتم یه طوری بگید منم بفهمم. حقیقتش در مورد شما شک داشتم، آخه نه ترکی حرف میزدی نه لهجه داشتی، گفتم خب مال یه شهر دیگه است. گارداش من زنجانیم بیلمیدم. یخ بابا. بعدشم که تو عملیات آخر اسیر بعثی ها شدم و چند سالی هم مهمونشون بودم تو عراق. خدا شاهده وقتی برگشتم خیلی سراغ تو گرفتم سیه، ولی نتیجه نداد، هر کی رفته بود دنبال زندگی خودش. میفهمم. خب الان چی کار میکنی؟ کجا هستی؟ الانم مشغولم. خب شکر. به یاد اون موقع درسایی که از شما گرفتم دارم پس میدم. یه پروژه نصف نیمه دارم که فاز آخرش مونده. البته میبینم که شما هم هنوز دستت تو کاره و مشغول آب و آبازی هستی. دیگه شرمنده دیگه، از این بیشتر از دست ما بره میاد. ولی یاره هر کی ندونه، ما که میدونم شما کی بودین و چی بودین و چی کار کردین. وقتی شنیدم حال روزت خوب نیست، به خودم گفتم منصور خاک تو سرت، تو با بیارزگیت باعث شدی تو عملیات سید از جون خودش بگذره و جون تو رو نجات بده. تو باعث شدی که حال روزش این بشه. زب نکنه. خب چرا نمیذاری بفهمم؟ اینا فقط تعارفای که دلتنگی می... عزیزم بیا بریم. خب راست دارم میگم، باید همه بفهمم تو چیکار کردی. آخه این چه حرکتی؟ آخه دیگه دست شد دو... تو حواست کجا؟ دوباره اومدی تو قابا؟ به من چه؟ خودت نذاشی یا شف ببندم. خب داره میگیره آقا، قد کاتش کن. بعد یعنی چی به من چه؟ اینجوری فایده نداره، با این وضعیت نمیشه فیلم تاثیرگذار و درست سرمون ساخت. خودت که دیدی چجوری رضایت داد بیاد.
چیکار کنم دیگه؟ تا همینجاشم با بدبختی آوردم. بلخی قبول کرد دیگه برخورد این مدلی چه من دستشو بگیره رو دوربین و جلوی دوربین و اینجا بگیره از اونجا نگیره چه من کارگردانی کنی خب نمی تو شرایط عادی بله ولی با وضعیت پدر من مهم که بعد درکش کنیم و باش را بیاییم بعدش هم روز اوله مطمئنم با تجربه که تو داری درست میشه. آه یعنی هندونستی الان؟ نه خیلی تعریفه، اصلا جذابیت فیلم مستند به همینه، اگه غیر از این بود که اسمشو نمیذاشتن مستند. آفرین، اصلا به این موضوع فکر نکرده بودم. راست میگی مستنده. مسه خوش بریم. سید همچی گفتی بری به چای قدیم و ببینیم، گفتم الان بریم خونه و کارخونه و دفتر و ویلاشون. گفتم اول بیایم پیش اینا که جاشون خیلی بهتر از این جاهایی که تو گفتی، پیش خوبا. خدا اول خوبا رو میبره. خیلی خوبا، خیلی. میشه یه خواهشی ازت بکنم منصور؟ ما همیشه منتظر دستورت بودم، الان هم دستور بده. میدونی میخوام ازت خواهش بکنم که این جریان عملیات و مسائلی که بین من و تو پیش اومده پیش هیچ کس عنوان نکنی، مخصوصا جلوی دوربین دامادم رضا. خب نمیفهمم برای چی. این رفاقتو در حق من بکن. باش اگر شما بخوای ما حرفی ندارم. سمون بکن خلاص. قربون اون دهنت. اینم جایزت. ای که عکس کریمه، کریم ساداتی. بهش چی میگفتن سید؟ کریم آبشوش. ها کریم آبشوش. سید یادته 4-5 دقیقه بدون اکسیژن اینه ماهی میرفت زیر آب. اصلا انگار مادرزاد قواس به دنیا آمده بود. خدا رحمتت کنه. خدا بیامرزد. خب بفرمایی. ببخشید بکشیم بابا، تعارف کنی یخ میکنه. دست شما درد نکنه. میشه جان بکشم. اما پی آقای کارگردان کجاست؟ ما و ای آقا سید واقعا استعدادمون داره تلف میشه. گفته باشم نگی نگفتی؟ رفته تصویرها رو چک کنه، گفت اگه کارش زود تموم شد میاد حتما. فقط اگه شما هم یکم بیشتر به ما اعتماد کنید و هوای ما رو بیشتر تو خلوتتون داشته باشین که این فیلم به سر انجام برسه خیلی خوب میشه. این حرفا چیه غزل خانم؟ ما به کل فک و فامیلم تماس گرفتم و پیامک دادم که بازیگر شدم. حالا اگه ای آقا سید خودش نخواد ما یکی دیگه کوتا نمیام. البته بگم ها، ما اخلاق ای آقا سید دستمه، یه خورده جدی هست ولی هیچی تو دلش نیست، اینه هو آب شفاف و زلال. آخه نه زیاد تو آب بوده. سلام دکتر. به به آقا سید سلام علیکم، حال شما چطوره؟ خوبه. سلام علیکم. سلام علیکم آقا. معرفی میکنم دکتر مرزبان، دوست و همرزم قدیمی منصور ملکوتی. خیلی خوشبختم. از اون بچه های نیک روزگار. خیلی خوش اومدی آقا. تشکرم. چطوره آقا سید؟ شکر خدا بد نیستم. خسخس و سینه چطوره؟ بهتره؟ هر حال سینم که همیشه سنگینی میکنه ولی باش میسازم. پس ماسک و اکسیژنت کجاست؟ من گفته بودم تقریبا همه چی باید ازش استفاده بکنی. کهیر، تورم، خارش. تازگی علامت به خصوصی ندیدی؟ نه دیگه، همون قدیمی هست که خودتونم دیدین جلسه قبل. پس اگه حال روز دینطوریه به چرا مراعات نمی کنی؟ دوست قدیمیمون چطور آقا اسماعیل؟ حالش خوبه، بد نیست. میخوان ببینینش؟ اصلا اومدیم که ببینیمش. پس بفهمیم این آقای این فیلم نگاه با شما هستن؟ بله 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 بله.
والا دکتر جان آن سید توی این اوضاع و وضعیت از سال خارج نیست، یا ایشون قواس نیست و تازه اومده توی این خط، یا تو این چند وقت حسابی در به داغون حوض شده، یا مورد آخرم نمره اینه که چیشوی من اونقدر بالا رفته که نمیتونم تشخیصم بدم. شرمنده. نه اومو همون دو مورد اول درسته، ما از اولش هم تا حالا قواس درسته حسابی نبودم، بعدش هم روزگار بعد جوری درب و داغونم کرده و از ریخ انداختم، ولی شاید از صدای تپش قلب ما که داره سینه میزنه بیرون بدونی ما کیام. آقا اسماعیل ماهد چی فکر کردی؟ اگه یه دقیقه دیگه حرف بزنی شماره رو پلاکتم میذارم کف دستت. چی بگم برات؟ یادته کریم آبشش و بچه ها وقتی میخواستن دستم بندازن میگفتن منصور اگه تونستی دو خط شعر ترکی بخونی به جایزه میدیم، بعدش همه به میخندیدن اونم میخوندم کوچه لرس و سم میشه. چی شد سیه؟ چی شد هره تو رو مرد؟ چیزی نیست ها چی شد؟ اسی پرنده بجیری تو باطلاق گیر کردی؟ منصور ملکوتی چطوره فزن؟ خودتی نه؟ تو کجا؟ اینجا کجا؟ خیلی دلم هوا تو کرده وقتی سید گفت اینجایی، دل تو دلم نبود ببینم. قربونت دل بزرگت برم. هنوزم عاشق پریدن با گلایدری؟ ها؟ قواس پرنده خودش نوبره نه سید؟ ببخشید خوشحالم کردی که اومدی. بفرما بیا دهنتو شیرین کن به یاد رفقای قدیمی که دوره هم جمع شدن. بفرما دست درد کن. بفرما سیه. آقای دکتر بفرما. شیرین کن باشی هیچ حال از من بیاموش مکار دارم من حتما همون اینو میگیری. خدا رو چاک امروز که همه چی خوب بود بلانه خوبی گرفتیم. تو چه اینقدر ساکتی؟ چیزی شده؟ نه هیچی فقط هم چرا یکم دلم شور میزنه. دلت شور نمیزنه احتمالا داره غور میزنه چون الان ساعت 3 بعد از ظهر ما هیچی نخوردیم. خدا پدری هم منصور بیامرزی شیرینی بهمون تعارف کرد. باجان من آروم میرم بغلشون. خب چند تا شاتی کنارم بودنشون رو کنارم نشستنشون میخوام. فقط حواست جمع باشه دستت نلرزه. نه آقا حله. بدش به من. چی شد؟ بفهمو همینو میخواستی؟ خیالتون راحت شد؟ هی میگم بدش به من یا از امام منصور کمک بگیریم. نمیذاریم. چرا برو صدا نمیزنیم؟ الان خوبین؟ این بچه ها رو ول کنی دو تا بیل خاک میریزن رو سرت و خلاص. آره بابا جان خوبم. دارم میبینم صدقال خاکاشو بگیرم. گفتن آب برات سمه نه خاک. آسایه به خاطر دل بزلت هم که شده یه خود کوتاه بیا. خب رعایت کن. ای که خودش نمیگه دکتر گفته. ببین چیه بابا جان
رضاست، آپاراتی که گفته بودیم فیلمشو تبدیل کنه آورده. اسمم درو بکنم. یعنی امشب همه فیلم‌ها رو نشونمون میدی سید؟ خبر استاد؟ استاد کدومه؟ ما تو کلاس درس آقا سید و بقیه قواسای زنجان اول اکاورم نیستم حاجی، بدون تعارف میگم. حالا برآورده چیه منصور؟ زیاد پیچیده نیست، فقط یکم از زیر باید لایروبی بشه، کثیفه. ما به هیچ عنوان نمیتونیم آبی استخر تخلیه بکنیم، اینا بچه ماهی هم میمیرم. لازم نیستم تخلیه بشه، اگر وسیله باشه با خودم نصف روزه انجامش میدم. جواب میدی؟ آره، دست درد نکنه اگر برای زحمتی نیست. چه زحمتی؟ ببخشی سید. الو سلام چاکرم. نه تو آبام. اه به سلامتی. پس فاز دومشم را افتاد. آره حتما بهت خبر میدم، با همون گروه با همون بچه ها. حالا ببین شاید یکی دو نفر دیگه هم به مضافه شدن. آه بابا نامبر وانن، از خودم هم بهترن. خاطرت هست روز اول که دیدمه گفتم یه کار نصف نیمه دارم که کارهای شناسایی و مقدماتیش تموم شده، منتظر فاز دومشون. آره یادم هست. چی هست حالا؟ البته اگه مورد حفاظتی نداره. نه هیچ موردی نداره، نه حفاظتی نه چیزی دیگه، اونم برای تو. پروژه قباسی تخصصیه، خونسا کردن یه راکت که تازه کشفش کرد. این مورد که خیلی اورژانسیه، چرا فاصله انداختیم بینش؟ گفتم که تازه فهمیدم. مام که موبیش تو این چند روز کاراشو کردیم، توقفش دستور واحد پاکسازی خونساسازی بود، به خاطر اینکه نوع مدل راکت هنوز مشخص نبود. البته اونم به خاطر لایه های رسوبی و گیاه های خودرویی که اطرافش رویده بود. حالا تماس گرفته واحد خونساسازی که مدلش مشخص شده. خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. واقعیتش ما فکر میکنم که گروه ما به متخصص کاربلد مثل تو احتیاج مبرم داره. یعنی میدونی ما خیلی با خودم کلنجا رفتم که اصلا این قضیه رو مطرح کنم یا نه، ولی خب به این نتیجه رسیدم که ازت کمک بخوام. سید بیا به یاد اون موقع ها بالا سرمون باشه، بزرگ بکن، کمکم کن. میدونم که قلبت به عشق آب و قواسی هنوز میتپه، تو اجراش مشکلی نیست. ببین تو فقط باید با دوربینای مدار بسته از اون بالا ما را ببینی و بگی اون پایین چیکار کنیم. همین. اگه بهت بگم جوابشو فردا بهت میدم فکر میکنی خیلی محافظه کارم؟ تو محافظه کاری سیه؟ چی میگه؟
خب میگم حتما اینطوری سلاح دیده. سلام، سلامی همچون مهربانی شما مردان و زنان استان مهر پرورمان زنجان. به همه شما که قدر و قیمت نفس کشیدن تو صبح‌های دلنگیز استانمونو میشناسید، سلام به پینه دست خیر باشه بابا، استخاره میکنی؟ خیر. راستی غزل خانم، شما و آقا رضا تو تلویزیونی میتونید این فیلم ها رو سیدی برام کپی بگیرید یادگاری داشته باشم؟ ها؟ سید عیبی نداره؟ نه. راستی اون جوابی که فردا میخواستم بهت بدم مثبت. خدا رو شکر. فقط فعلا چیزی نگو. نمیخوام غزل بدونم. خودم فردا بهش میگم. باشه حتما. خب از فیلمتون چه خبر؟ راضی هستین؟ رضا چطوره؟ خوبه، بد نیست. راضیه. بابا نگفتی که همراهت بیام به خاطر اینکه احوال فیلممون رو بپرسی؟ نه، یعنی آره، البته همش نیست. خب همش چیه؟ من قراره برم به یه مسافرت، یه چند روزی نیستم. مسافرت؟ خب شما با این حال و وضعتون کجا میخواییم بریم؟ قراره تو یه کاری به منصور کمک بکنم. چه کاری؟ یه عملیات غواصی. عباسی؟ بابا شما یه قطره آب رو زخمای پوستتون میچکه مثل سرب داغ میسوسونتتون. شوخی میکنین با من؟ نه نه، من قرار نیست زیر آب برم. من کنار آب وا میستم، تصویر زیر آب رو میبینم، مشاوره میدم. فقط همین؟ پدر من، شما اصلا شرایطتون عادی نیست. زیر نظر دکترین. زخمای پوستتون بعد یه روز زمین پانسمانش عوض شه. بابا تو رو هر بای خاک ماما، به فکر خودت نیستی، یکم به فکر من باش. آی دختر قسم نده، من مراقب خودم هستم. میدونی اگر اونجا انفجاری رخ بده چه اتفاقی میفته؟ چه اتفاقی میفته؟ اگه یه قطره آب رو زخم شیمیایی شما بشه که چه اتفاقی میفته؟ اگه حساسیت پوستیتون به خاطر آلودگی هوا چه میدونم گرد و خاک عود کنه چه اتفاقی میفته؟ اصلا نه، اگه هوای اونجا با ریه شما سازگار نباشه چه اتفاقی میفته؟ اینا رو هم منصور میدونه که پیشنهاد عملیات غواصی بهتون میده؟ دختر جان من که بچه نیستم، هیچ اتفاقی برام نمیفته، من مراقب خودم هستم. من فقط خواستم که بدونی فردا صبح راهیه. همین؟ دستتون درد نکنه، اینا رو گفتیم که فردا صبح راهی. خیلی ممنون بابا، خیلی ممنون. 20 سال از جنگ گذشته بود، واقعا چه بابای مسئولی. خیلی خوب، خیلی خوب، من قول میدم که هیچ اتفاقی برام نیفته. باشه خزنه، باشه بابا. خب حالا بخم. روز مون قریب تو دسته خط شکن غواصای زنجان منتظر شروع عملیات و دستور و اسید رسولو. حرف زیادی ندارم بزنم، فقط میخوام که آخرین وصیت و سفارشو به پدر و مادر عزیزم بکنم.
همینجور رو دست راحت میکنم. شد بابام اینجاست. سلام داره ماهه. سلام. اینجا بود رفتش بیرون یه سری وسیله بگیره برای لایروبی استر. زود بر میگرده، اگر کاری داری به ما بگو. کار که باهاتون زیاد دارم. خب صرفا گوشم دخترم بگو. من که دختر شما نیستم، ولی فکر کنم بابام هم رفیقتون نیست که اگه بود باهاش اینجوری نمیکرد. شما آقای ملکوتون مگه از وضعیت دوست و همسنگر و فرماندهتون خبر ندارین که پیشنهاد عملیات قباسی بهش میدین؟ بابای من یه جانباز شیمیایی که یه قطره آب با پوستش مساوی مرگه. یه مریض اورژانسی که نصف شوشش از کار افتاده و به زور اکسیژن سرم و صلبات این سینه‌اش بالا پایین میشه نفس میکشه. اون وقت شما پیشنهاد کار بهش میدین؟ من نمیفهمم این چجور رفاقتیه. ما فقط میخواستم یه بار دیگه سید رسول بالا سرمون باشه و تو کاری که آرزوشه با تجربه و تخصصش کمکمون کنه. همین. این چتونجیه آقای عزیز. یعنی توی مملکت نیروی متخصص و قباس و اندازه کافی وجود نداره که شما از بابای من میخواین استفاده کنین؟ اون باید حتما کارتون رو را بندازه؟ اگه یه نگاه به سر پاش بندازی متوجه میشین که دینش به اندازه کافی ادا کرده. اصلا میدونین چیه؟ از اینجا به بعدش من نمیذارم این اتفاق بیفته. من نمیذارم یکی به اسم رفاقت یهو پیداش بشه بعد از این همه سال بخواد به خاطر پیشبرد کاراش از بابای من سوء استفاده کنه. داری اشتباه میکنی غذر خانم، ما همچی آدمی نیستم. پس اگه اینجوری رت کنی یه بارم که شده رفاقت کنی، حداقل همین یه بارو بهش بگین عملیات قباسی کنسل شده، چه میدونم یکی دیگر رو جاش گذاشتی. لطفا خودتونم از اینجا برید. باش، هر جور شما بخواد. یادتون بگم بفرمایین، گوش میدم. راستش خیلی برام سخته، دل تو دلم نیست که بگم، ولی چاره ندارم. شما به عنوان دخترش باید بدین. گوشم با شماست، بفرمایید. آسد رسول، آسد رسول یه ماه و نیمه دیگه، یعنی رفتیم آسایشگاه دیدن اسماعیل. دخترش گفت با دیدن آزمایش های جدیدش مطمئن شده که بین یه ماه و نیم تا دو ماه دیگه بین ما هستیم. خودش نتونست به شما بگه، به ما گفت که بگم. چی داری میگی؟ الان دیرین احبای من تلافی میکنی؟ چرا داری من اذیت میکنی؟ من واسه سلامتی بابام دارم تلاش میکنم. بابای من چیزش نیست، من خودم با دکترش حرف زدم، گفت فقط باید یه عمل کنه. همین نظر دکتر خیر هست. وقتی خودم شنیدم
داغون شده، همش فکر میکنم تقصیر منه، ولی فکر کردم توی موقعیتی که فقط مونده تنها کاری که میشه کرد، حالا که سید سر پاس بدون اینکه خودش بدونه یه کاری بکنه که همه ما میدونیم با تمام وجودش دوست داره انجام بده. یعنی دروغ میگین؟ بابا من هیچیش نیست، من میدونم که دارید دروغ، من خودم با دکتر مرزبان حرف میزنم. دکتر چی گفت؟ میشه با این صورت اونم بدون اینکه تغییر جسمانی آنچنانی براش به وجود بیاد؟ این جراحی هم فایده نداره، عملی پیوندی چیزی؟ میگم اصلا بیا پروندهشو بریم تهران بشه فوق تخصص، یه کارشو جور کنیم بفرستیمش خارج. هیچ دکتری، هیچ دنیا، هیچ کاری ازش بر نمیاد. میگم نمیخوای بهش بگی یه جورایی متوجهش کنی؟ ببین بیا اصلا بریم مشهد پا بوس امام رضا. میریم، فقط راست میگفت آقا منصور، نه اول بعد این عملیات غواصشون رو به سر انجام برسن. باش باش، هر چی که تو بخوای. من فقط میخوام توی عملیات همراه بابام باشم. رضا جان نگران نباش، درستش میکنیم. میگم اصلا ادامه تیم مستندمون رو توی این سفر و غواصی هم میگیریم و کاملش میکنیم، ها موافقی؟ میگم به جان خودم من منظوری نداشتم، من اون چند تا سوالی که برام به وجود اومده بود اون چیزی که باید میفهمیدم اون یه مقدارشو فهمیدم، فقط احساس کنم توی این شرایط تنهایی که میتونیم ما همراهشون بریم اینی که فیلممون رو بهانه کنیم و یه جوری که بابات هم شک نکنه دیگه. ببین من با منصور صحبت میکنم، حتما راضیش میکنم، حتی اگه به لحاظ امنیتی چون مشکلی هم داشته باشه، هر نوع مجوز و چه ممنوع نگاری هم داشته باشه، من انجام میدم، تو فقط غصه نخور. دستون درد نکن، اگر تو که قصد لای روی کردیم دیگه ایش کدوم آیا رو نبارم. خدا رو شد خواهد مرد، خیالت راحت باشه، سفر بی خطر. آزی جان تو این سفر هر اتفاقی برام افتاد، هر مشکلی پیش اومد، من غزل رو به تو میسپارم، براش پدری کن. حرفا چیه میزنی مرد حسابی؟ انشالله به سلامتی بری، به تندرستی برگردی، سالهای سال سایت به سرش باشه. ممنون آجی، ممنون. خدا حافظ آجی.
سید ما میرم سمت موشک، شما در هر شرایطی جلوتر از این نیا، با بیسیم در ارتباط ما. خب باشه باشه، مراقب خودت باش، من اینجا دارم تو تصویر میبینم، برو. باش. میبینمش منصور، میبینمش. خب حالا میتونی یکم با دقت بهش نزدیک بشی؟ آره سعی خودمو میکنم سید، امروز که لال یکم بیشتره، ولی باشه میرم جلوتر بکنم بشه. آها خوبه خوبه خوبه، خیلی مراقب باش، نمیشه زیاد روش حساب کرد. خیلی خوب، حالا میتونی یه تصویر از زیر به من بدی، یعنی از زیر چاشنی اصلیش؟ خوبه الان میبینی؟ نه نه برعکس، از اون ورش به چرخ، از اون ورش به چرخ. آها آها بهتر شد. آها اینجا خوبه. آها آها بهتر شد بهتر شد، همینه 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 منصور جان، همینه. محسن اندلیب از نیروی ویژه تخریب و خنثی‌سازی، یارکیو 55. نمونهش خیلی زیاد نیست ولی تونستیم یه سری اطلاعات به دست بیاریم. زمان خودش چیز پیشرفته‌ای بوده برای تخریب هر چیزی. ممنون از اطلاعاتتون جناب اندلیب. من میخواستم بدونم که بعد از این همه سال چاشنیش هنوز حساسیت سابقه داره یا نه؟ مسئله همینجاست، نمیشه به طور دقیق گفت، فقط باید حدس بزنیم. خب یعنی چی؟ قطعا از حساسیتش کم شده، اگر نه تو این سالا کار میکرد، ولی بازم نمیشه ریسک کرد. خب ما هم ریسک نمی کنیم، از زیر پای پل درش میاریم. تو فاز اول بچه ها با مفتول و وسایل دیگه مهارش کردن، قرار خود جناب همین منصور خودمون؟ بله بله، جناب سرین از شما خیلی تعریف کردن، گفتن که علاوه بر غواصی تو تخریب و خنثی‌سازی هم تسلط کامل دارید. آقا منصور بعض موقع زیاد غلاف میکنه. منصور جان زیاد نزدیک نشو. آها جناب سرهنگ ملکوتی، نگفته بودی که شما خودت مسئول خنثی‌سازی این راکت هستی؟ یعنی ما اینقدر نامحرم بودی؟ اختیار داری قربو، ما که همیشه همه جا گفتم هنوز دارم درس پس میدم و شاگرد میکنم سیه. فعلا که اوستا شما یه شاگرد مایی، حواس جمع کار خودت باشه تا بعدا با هم حرف بزنیم. باشه فرمانده، حواسم هست، خیالت راحت باشه. یه برو چند تا پلان عمومی بگیر بودو باری کل از طبیعت. چشم میگم خدا روشه ببینی چرا حالش خوبه. آره حس خودم هم همینه. انگار نه انگار. خدا رو چه دیدی؟ شاید برگشیم زنجان، دکتر گفت همین مشکلاتش حل شده. یعنی میشه؟ چرا نمیشه؟ من که به معجزه ایمان دارم. تو خودت فهمی که یه هفته پیش ما این موقع اینجا باشیم، اونم کجا؟ وسط خط مقدم. چنان میگی خط مقدم، هرکی نداره فکر کنه بمبار تو داری خونسا میکنی. یه متر جلوتر از اینجا نمیذارن بریم. بابا کار ما هم کمتر از اونا نیست، کار ما خیلی سخته. این فواد بدبخت نگاه کن، دو نوبه اینکش رفته بالا، هی میگم نه یا تو خواب، هی میاد تو خواب. سخته کار ما هم. جناب سرهنگ باید یه قولی به من بدی. قول بده هر چی که شد، هر اتفاقی که افتاد من رو حلال کنی. حرفا رو نزن سید، به خدا دلم میگیره.
آقا رضا آقا رضا دارم میرن شهر. خب برم. منم باشون برم. هاشفه باتری هاشفه تموم شده. امان از دست رفیق نمرا. باش آقا رضا نمیرم، ولی میکروفونه دیگه کار نمی کنه. من گفته باشم فردا چشم من نبینی. خیلی خوب بابا، خیلی خوب شوخی کردم. برو. زود برگردید به شب نخورید. ببخشید جان سنگ، اشکال نداره این دوستمون با شما بیاد چه؟ قرار نیست خودم برام، ولی میگم به چه ببرنش. دست شما درد نکنه. راستی از این مهمون بی اعصاب قدیمیتون چه خبر؟ شینب خیلی بدقلقی میکنه. چی میگن؟ میگن خوش استقبال و بدبدرقه از آره؟ دیگه کارش تموم آقا رضا. مگه میشه سید بالا سری کاری باشه و اون کار بعد انجام بشه؟ به چا میرن جر سقیل رو هماهنگ کنن، عصر دیگه کارش تموم. خلاص. به امید خدا. پس میتونه بیاد دیگه. آه. جناب اندلی، یا آقا رم با خودتون ببرید. دستون درد نکنه. خیلی ممنون. ببینم امروز اینجا که خلوته میتونم چند تا نماز تنهایی سید بگیرم؟ فقط جلو نریا. امروز که خبری نی. باشه، ما قول دادیم که جلوتر نریم. باش. ببینم اصلا میتونم چیز زد کنم. مثل اینکه یادت رفته ما واسه چی اومدیم. زبط کنم. تو رو نمیدونم، ولی من اومدم از بابام مراقبت کنم و نزدیکش بشم. این چه حرفی قزن؟ اگه میرم من خودم سرگرم دوربین رو فیلم کردم فقط به خاطر حرف تو، نه چیز دیگه ای. خب منم دوست دارم کنارش باشم. بابا کجا انشالله؟ قرصاتون رو آوردم. این ماسکتون هم بعد عوض شد دیگه، چرک شده. دیگه چی؟ بیمارستان صحرایی رو انداختی؟ رضا کجاست بابا؟ خب همین دور و بر واسه خودش داره فیلم رو میگیره. دیگه روزای آخره و داره سنگ تموم میذاره. بابا قرار نبود یه ذره، فقط یه ذره به فکر خودتون باشین. بله بله، حق با توه، مثل همیشه. ولی بابا تو هم یکم انصاف داشته باش. تو این چند روزه منم یه ذره، فقط یه ذره وقت نداشتم. خیلی خوب، اما منصور رفته پایین، من میرم برمیگردم. شما تو چادرها باشین. با امید خدا این کار تا امروز به ازور تمام. باش، مراقب خودتون باشین. یه ذره تو هم همینطور، یه ذره. شفافیت آب از دیروز کمتر شده. حواست به بدنش باشه. ندیدم. آره آره، منم تا حالا اینجوری شما ندیده بودم. میخوایی بذارید بچه ها برگردن؟ یکی دیگه اگر همراهت بیاد پایین مطمئن تره، خیال منم راحت میشه. بدش کن، اگه خطری هم باشه ما تنها باشتر هم بشون بهتره. تو اینجا هستی؟ ای بابا، به قول آقای اندلی با همه سالایی که گذشته، ولی ممکنه باز به هر دلیلی هنوز حساس بشه و چاشنیش فعال بشه. آفرین آفرین پسر. خیلی عالی. ما میرم سمت کلاهک، اگه بشه چاشنی رو جدا میکنم.
وایسا ببینم، وایسا ببینم. این یه کیت الکترونیکیه. ببینم میتونه مربوط به مدار داخلی رهگیری الکترونیکی هدایت موشک باشه؟ آره فکر نکنم مربوط به چاشنیش باشه. آی دمت گرم، زدی تو خاصه ایت خودشه. رطوبت و گذر زمان تقریبا از بین برده تشه. خیلی احتمالی ضعیفه که هنوز کار کنه. ولی خب خونساش میکنم. نظر چیه سید؟ آره به نظر من هم بهتره که کار بندازیش، اینجوری مطمئن تره. خب دیگه خودت چه اوستایی؟ پس بسم الله. اول سیم زرد. باشه اوستان حتما. خب اول زرده رو قطع کنم. خدا رو شکر. حالا برو سراغ بعدیش. خیلی آروم با احتیاط. چرا سیم قرمز دو تاست؟ سید ما نمیدونم کدوم سیم قرمز رو قطع کنم. نظر چیه؟ واقعا نمیدونم. میخوای بذاری یکم بیشتر روش کار کنی؟ نه اینجوری باز کلی عقب میافتیم. فکر نکنم خطری داشته باشه. میدونی چند سال ازش گذشته؟ ما همین سمت چپی رو قطع کنیم. منصور جواب بده. چی شد؟ منصور؟ منصور جواب بده. منصور چرا تصویر قطع شد؟ منصور جواب بده. منصور چرا تصویر قطع شده؟ منصور تنفس درسته؟ منصور جواب بده. منصور Thank you.
از این تناقض ها دیگه سیرم، من دارم هر لحظه میمیرم، من بازیچه دستای تقدیرم، از این تناقض ها دیگه سیرم، من دارم هر لحظه میمیرم.